دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم. اگرچه با استخوان خیش دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. با درود دیگر بر هممیهنان نازنین در سراسر گستره گیتی، به ویژه دوستان و یاران و هممیهنانم در درون مرزهای ایران، امروز برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های وهومن را در تلویزیون ان‌آی تی‌وی پیشکش شما یاران و دوستان می‌کنیم و در این ویژه برنامه‌ای که امروز ترتیب دادیم، امیدواریم بتوانیم به گوشه‌ای از فعالیت الهام علیوف، رهبر و سردسته پانترکیست های تجزیه طلب در درون و برون مرزهای کنونی ایران اشاره کنیم. در هفته گذشته مناسبت های گوناگونی وجود داشت که بیشتر رسانه ها آنها را پوشش دادند، از سالگرد درگذشت شادروان تختی تا کشف حجاب رضاشاهی، تشکیل دولت دکتر شاپور بختیار و بسیار مسائل مهم دیگر. ولی یکی از آن مسائلی که جا داره یاد اون رو گرامی بداریم که مربوط به برنامه ما هم می شود، سالگرد شهادت و جان باختن سرور آزادگان جهان و ایران بابک خرمدین است. بابک خرمدین آن فرزند غیور و شجاع ایران زمین بود که توانست در برابر اعراب بایستد و با مبارزه خودش در مقابل اشغال اعراب در ایران مبارزه کند و با دادن جان خودش تا آنجایی که او را بر تختی بستند و دست و پای او را قطع کردند تا بر اثر خونریزی جان خود را از دست دهد، او مقاومت کرد و در حقیقت با کشته شدن خودش ایران را زنده نگاه داشت تا ایران بماند. گوشه هایی از فیلمی مربوط به بابک خرمدین را با هم می‌بینیم و در این حال موضوعی رو من خدمت شما بازگو خواهم کرد. بابک خرمدین، این فرزند شجاع ایران که توسط امویان و عباسیان و خلیفه های تازی در ایران دستگیر می شود و در حقیقت به قتلگاه برده می شود، نمونه هزاران هزار جوان غیور ایرانی است که از گذشتگان تا به امروز همچنان پرچم پر افتخار ایران را در دستان خود گرفته و کوشش می کنند بتوانند پرچم ایران را با افتخار نگاه دارند. بابک در حقیقت فرزند خلف زرتشت و کوروش بود که توانست به عنوان سمبل و نماد یک ایرانی مبارز و آزادی خواه و میهن پرست خود را در تاریخ ایران جاودانه کند. و چگونه است که در دوران کنونی دسیسه های پانترکیست ها و به رهبری و سردستگی الهام علیوف سعی می کنند این بابک خرمدین را به عنوان یک نماد غیر ایرانی نشان دهند. خب البته با توجه به پولهایی که پانترک‌ها در درون ایران و برون مرزهای استعمار ساخته خرج می‌کنند،
و با توجه به حمایت‌ها و لابی‌هایی که در کشورهای غربی می‌کنند، عجیب نیست که حتی اگر روزی بخواهند نام ایران را وابسته به بیگانگان قلمداد کنند. نگاهی خواهیم داشت بر چهره الهام علیوف و رئیس جمهور در حقیقت دست نشانده آذربایجان اشغالی یا جمهوری باکو، که شوربختانه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن لغو قراردادهای ترکمانچای گلستان به دلیل بیکفایتی دولت جمهوری اسلامی، زمانی که در حقیقت پدر آقای علیوف و در مجلس نخجوان درخواست الحاق به ایران را داد و دولت هاشمی رفسنجانی آن درخواست را رد کرد و قبول نکرد، امروز پسر یاغی او میتواند با پولهای هنگفتی که در دست دارد بر علیه منافع ملی ما حرکت کند. آن روزی که ما هشدار دادیم نگذارید دریای مازندران را تقسیم کنند و سهم 50% ایران را از ایران بگیرند، آن روز بسیاری از وطن فروشان، بسیاری از افراد ساده اندیش و بسیاری از افرادی که برای میهن پرستی پشیزی ارزش قائل نیستند گفتند خب در دریای مازندران امروز 6 کشور وجود دارند، بگذارید اینها به صورت مساوی سهم‌های خود را تقسیم کنند. اگر میراثداران اتحاد جماهیر شوروی بخواهند سهم 50% خود را تقسیم کنند، چرا ایران باید سر میز مذاکره بنشیند در حالی که 50% دریای مازندران بر اساس قرارداد ترکمنچای و گلستان به ایران تحمیل شده بود؟ حال پولهای نفتی که در این جمهوری اشغالی آذربایجان به جیبهای با آقای علیوف ریخته می شود، کار را به جایی رسانده که سرصدای سازمانهای جهانی و مؤسسات بین المللی که نظارت می کنند بر فساد اداری و اقتصادی دولتها، امسال آقای علیوف را به عنوان فاسدترین دیکتاتور در جهان معرفی کردند. این تازه گزارش رسمی است که منتشر می شود و آقای علیوف این رتبه نخست را می گیرد، که البته در رده های بعدی آن نام هایی چون رئیس جمهور ترکمنستان و پوتین را هم می بینیم. و گزارش کوتاهی رو اینجا با هم نگاه می کنیم. شوربختانه این گزارش به زبان انگلیسی تهیه شده، از فساد اداری پسر 15 ساله و دختر جوان آقای علیوف که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس چگونه با پولهای ملت ایران در دریای مازندران فساد اداری خود و چپاولگری و گسترده کردن امپراتوری اقتصادی خود را پهن می کنند. این گزارش را می بینیم. Spinning luxury and a secretive banking system, Dubai is also a popular spot for the filthy rich. This is the Palm Jumeirah, a man-made island chain so big it is visible from space. Homes on the Palm start at $2 million, reportedly owned by the likes of soccer star David Beckham, Brad Pitt, and Angelina Jolie, and a young boy named Haydar Aliyev. In 2009, when he was 11, Haydar bought not just one home in Dubai, but 9, together worth tens of millions of dollars. His older sisters, who are in their 20s, own a few of their own, according to official records first reported by the Washington Post. They live the high life, the parties, the fashion, the glamour, quite an achievement since they come from here. Azerbaijan. A former Soviet republic on the shores of the Caspian Sea, where the average worker makes about $420 a month. Those youthful tycoons are the children of this man, the president of Azerbaijan, Ilham Aliyev. He took over in 2003 following the death of his father, whose likeness is still everywhere in the capital city. خب میبینیم که پسر و دختر جوان آقای علیوف برای روزگار مبادا، همانطور که فرزندان سردمداران جمهوری اسلامی مانند مهدی هاشمی و یاسر هاشمی و مجتبی خامنه ای و دیگران وابستگان جمهوری اسلامی پولهای ملت ایران را در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنند برای روز بعد از سرنگونی خود،
چگونه اینها میخواهند آینده میهن ما را رقم بزنند و اینها نیز برای روزگاری که به هر حال میدانند همه روز دیکتاتورها به پایان میرسد، برای روز بعد از سرنگونی الهام علیف دارن برای خود برنامه سازی میکنند و امپراتوری ها و رانت های اقتصادی خود را در خارج از مرزهای استعمار ساخته آذربایجان اشغالی تدارک میبینند. خانم هلن گودمن، یکی از نمایندگان مجلس انگلستان، نماینده حزب کارگر، در سفری که به جمهوری آذربایجان اشغالی داشته در ماه دسامبر، گزارشی را به کنگره انگلستان اعلام میکند و در رابطه با فساد اداری و در رابطه با سانسور و زندانی کردن زندانیان در آذربایجان اشغالی هشدار میدهد و از دولت انگلستان میخواهد که محکم در برابر این فساد بایستند. یک گزارش به نسبت طولانی است که فکر نمیکنم که هیچ کدام از شما این برنامه را دیده باشید. خواهش میکنم به این برنامه توجه کنید. چوربختانه این هم برنامه است با صدای خود خانم گودمن و نماینده کنگره به زبان انگلیسی. بعد از این چند دقیقه گزارش برمیگردیم و توضیحات بیشتری راجع به اون خواهیم داشت. Privilege to be able to initiate the final debate of the year in this house this afternoon. At the beginning of November, I went to Baku to attend the UN Internet Governance Forum, and I was taken there by Nominet, to whom I wish to put on record my thanks for their generosity. It might seem strange for the United Nations to hold an Internet Governance Forum in Azerbaijan. The internet is one of the most free means of communication. It was instrumental in facilitating recent political uprisings during the Arab Spring, and unfortunately, the same cannot be said of Azerbaijan. Before discussing the human rights situation, I'd like to take just a moment to describe this country on the Caspian. It is a very beautiful, wild, mountainous country in the Caucasus. At no point in its history has Azerbaijan been a liberal democracy, so unfortunately it has no such traditions to recover. From 1805 to 1991, it was part of the Russian Empire, latterly in the Soviet Union. And in fact, it was in Baku that the Tsars imprisoned Stalin. In the last 20 years, it has prioritized rapid economic development based on its very substantial oil and gas reserves. It is, I'm afraid to say, the spiritual home of the 4x4. And it has an unresolved conflict with its neighbor, Armenia. This context may explain the human rights situation in Azerbaijan, but it certainly does not excuse it. This year, Azerbaijan has played host to two major international events. The first, which many people are aware of, was the Eurovision Song Contest. The second, which I attended, was the UN Internet Governance Forum. These two events should have been an opportunity for Azerbaijan to step forward and open up. Unfortunately, the opposite seems to have happened, with the authorities clamping down even more aggressively on journalists and critics of the regime. At the moment, Baku is plastered with huge posters of President Aliyev, whose father, incidentally, was also the president. Most people, when they have photographs taken for political purposes, choose ones which are very flattering to themselves. Unfortunately, I have to say, I found President Aliyev's 6-foot wide grin more of a crocodile smile. The petty reality of life in an autocracy was brought home to me on the first morning when all the traffic on the motorway was held up for 20 minutes to allow the official motorcade to pass through. But the problems are far more serious than this. One might expect a government trying to impress the rest of the world to be on its best behaviour.
But while I was there, the authorities continued to jam the BBC television channel. Order, order. I beg to move that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. Helen Goodman. While I was there, the authorities continued to jam the BBC television channel, held the trial of Avaz Zainali, who was accused of criticising the regime. The evidence was claimed to have been videoed, but neither the defendant nor his lawyer were shown the film. Finally, they hacked into the computer of Neelie Kroes' staff while she was also attending the conference. There is a long history of violence against journalists in Azerbaijan. It is documented by the Institute for Reporters' Freedom and Safety, an Azeri NGO. According to them, in 2005, Elmar Huseynov, the editor of Monitor, was gunned down in Baku. In 2011, Rafig Taghi, a critique of Iran and the impact of Islam on Azerbaijan, was stabbed and subsequently died. The level of intolerance is well illustrated in the case of Agil Khalil, stabbed and assaulted after investigating reports of trees being burned in an olive grove. In April this year, Idrak Abbasov was attacked by employees of the state oil company of Azerbaijan while filming the destruction of residential properties near an oil field outside Baku. He was beaten unconscious and in hospital for a month. It is thought he may have been targeted for exposing human rights abuses in the run-up to the Eurovision Song Contest. In fact, 3 weeks previously, he had received the Guardian Journalism Award at the Index on Censorship Freedom of Expression Awards here in London. Then there is the case of Khadija Asmailova, whom I met at the IGF. She previously worked for Radio Free Europe. Her flat had been bugged, and a sex video of her, which was filmed secretly, was posted on the internet. Amnesty International have asked in particular that I raise the case of Mehmen Huseynov. He is facing 5 years in prison. He is accused of hooliganism for filming a protest on the 21st of May. Will the minister raise his case with the government of Azerbaijan and call for all charges against him to be dropped immediately and unconditionally? Index on Censorship are also concerned about the cases of Sargsyan, Hilal Mamadov, Anar Behramli, Jamal Ali and Faramaz Novruzoglu. I've emailed the minister with the details so that his office can look into these rather than detaining the House with the long stories attaching to all these six people. The point is, Mr. Deputy Speaker, these cases are not isolated incidents. They are part of a systematic repression of free speech in Azerbaijan. In Azerbaijan, defamation is a criminal offence. Media workers are persistently defamed and persecuted. Azerbaijan is the top jailer of journalists in Europe and Central Asia, and Index estimate that there are currently 70 political prisoners in Azerbaijani jails. Freedom of expression, assembly and association are limited. Bob Stewart. I thank the Honourable Lady. I was personally involved trying to help an election in Azerbaijan, and the person I was trying to help was not allowed even to enter the country to stand in the election. Would she agree with me that until that sort of thing changes, this is not a great country? Helen Goodman.
I'm grateful for the Honourable Gentleman's intervention, and his point is particularly pertinent because in 2013 there will be a presidential election in Azerbaijan. So it would be really excellent if we could see some improvement in the openness of Azerbaijani society so that we could have greater confidence that these elections will be freely and properly run and that people expressing many different opinions will be able to stand in those elections. 2011 also saw mass protests in Baku and Guba, which were put down extremely aggressively, and some of the demonstrators were imprisoned. And finally, the state controls the conventional media in a top-down way. I mean television, radio and newspapers. The economic development and urban renewal around Baku has been pursued without regard for individuals' property rights. Hundreds of people have been expropriated to make way for luxury developments, and the government has forcibly evicted homeowners, sometimes in the middle of the night. They have been left homeless and destitute. In Baku, many people still live in a Kafkaesque world where newsstands do not sell any newspapers. In this situation, the internet provides a new space, with the government claiming that 60% of Azeri people have broadband access. However, the American organisation Freedom House assessment is that the net is only half free, and this is because the authorities mount cyber attacks on dissident websites and arrest bloggers and IT users for their political writings on the web. As a member of the Council of Europe and signatory of the European Convention of Human Rights, Azerbaijan is not simply breaching human rights, it is also breaching its international agreements. In fact, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe will be discussing a draft resolution and report by Rapporteur Strasser on political prisoners in Azerbaijan in January. The Azeri government refused to cooperate with Rapporteur Strasser, but Amnesty International say that his report is thorough and extensive. Last week, on the 12th of December, the Parliamentary Assembly's Monitoring Committee said, "The combination of restrictive implementation of freedoms with unfair trials and the undue influence of the executive results in the systemic detention of people who may be considered prisoners of conscience." They went on to say, "Recently adopted amendments to the criminal code which have increased penalties for those involved in unauthorised gatherings raise concern, as do alleged cases of torture and the impunity of perpetrators." Chris Bencher. Mr. Deputy Speaker, and as the chairman of the All Party Group for Azerbaijan, I recognise some of the concerns that she has raised and some of the challenges that she is making. But she talked earlier, Mr. Deputy Speaker, about the expropriation of property and of land. Would she also not agree, therefore, that the expropriation of land and property of hundreds of thousands of Azerbaijanis by Armenia in 1992 is also a cause for concern and is also very wrong? Well, I'm afraid I have to say to the Honourable Gentleman that I don't think that an international conflict justifies a government in repressing its own people, not just in those areas of conflict, although some of the cases to which I referred earlier, on which I've written to the Minister, do relate to the Nagorno-Karabakh problems. That situation simply does not justify the abuse of human rights of Azerbaijani people across the country as a whole, and in particular in the capital city. Given this situation and the UK's strong relationship with Azerbaijan, please could the Minister tell us what the British government is doing to put pressure on the Azerbaijani to improve their human rights record? In particular, will the government support a strong resolution on Azerbaijan
to honour its commitments and condemn the violation of basic freedoms. This is the resolution to be discussed by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in January. And will the Minister also support Rapporteur Strasser's report on political prisoners in Azerbaijan? It's important to remind ourselves that when the British government and the British Parliament do stand up for human rights in other places, we do make progress. Last year, many of us signed an early day motion calling for the release of Emin Milli. He had been imprisoned after posting a satirical video on YouTube criticising government spending on importing from Germany donkeys. He was released, he came to Britain, he was awarded a Chevening scholarship and has just been awarded his master's degree. I look forward to hearing what the Minister has to say. خب با هم دیدیم که خانم هلن گودمن نماینده شجاع کنگره انگلستان چگونه از حق مردم اسیر در آذربایجان اشغالی سخن گفت و برآشفته شد که در مقابل به اصطلاح جریان‌های مانند انقلاب‌های بهار عربی که غرب از آنها حمایت می‌کند چرا در برابر باکو و جنایت‌های علیوف سکوت می‌کند. البته عجیب نیست، همانطور که اشاره کردیم با توجه به پول‌های نفت دریای مازندران، پول‌هایی که از جیب ملت ایران به یغما می‌رود، این هزینه‌ها می‌شود که در حقیقت این جنایات مخفی بماند. این سخنرانی آخرین صحبت‌های خانم گودمن در سال 2012 در مجلس انگلستان بود که حتی اشاره به تظاهرات‌های مختلف و زندانیان سیاسی در باکو کرد. ما همانطور که در ایران این گرفتاری را داریم و روزانه با دیکتاتورهایی که با تا چنگ و دندان مسلح هستند دست به گریبانیم، در درون کشورهای استعمار ساخته خواهران و برادران ما در بحرین و آذربایجان و گوشه گوشه پاره های ایران مادر اسیرند و در حال مبارزه. گزارشی رو منتشر کرده بودند سازمان های بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال گذشته و همینطور من میخوام یک فیلم کوتاهی رو ببینیم که این فیلم رو که نگاه میکنیم آدم احساس میکنه صحنه های تظاهرات خودمان در خیابان های تهران رو داریم میبینیم، ولی اینان خواهران و برادران ما هستند که در 10 دسامبر سال 2012 یعنی کمتر از یک ماه پیش در باکو پلیس باکو این گونه با اونها برخورد میکنند. این صحنه ها رو که با هم میبینیم شاید بتوانیم به خاطر بیاوریم و بدانیم که مبارزه برای دموکراسی و آزادی و حق داشتن آزادی بیان فقط و فقط محدود به مرزهای کنونی ایران نیست و ما به جای اینکه به دنبال این باشیم که در کشورهای بسیار دورتر و حتی جاهایی که به ما ارتباط مستقیم پیدا نمی کنند در همسایه دیوار به دیوار، در حقیقت در خانه برادری مان، در خانه پدری، بخش پدری که به دست برادر ما است امروز، آنها همین گرفتاری ها را دارند. این فیلم را با هم نگاه می کنیم و برمی گردیم ادامه گزارش. Шахта парламент прагыса! Истинба!
آذربایجان گاردن است. شاید گاردن باشد. سرچ، چطور شنبه زره؟ ایا بچه‌ها؟ کجایی؟ گذرم، گذرم. آیا به نظر شما این صحنه ها مشابه صحنه هایی نیست که ما روزانه در مقابل دانشگاه تهران در تظاهرات هایی که در خیابان انقلاب داریم و با پلیس ضد شورش و لباس شخصی های جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم می کنیم همان صحنه ها را به خاطر ما نمی آورد؟ آری، دیکتاتورها با هم برادرند. همانطور که آقای علیوف سعی می کنه جنایات خودش رو زیر فرش پنهان کنه و با تبلیغاتی که می کنه اعلام بکنه 30 میلیون آذری در ایران زیر فشار هستند، در حالی که در تمام ایران جنایت و دیکتاتوری بر تمام مردم ایران یکسان روا داشته می شود، غافل از آن که خود آقای خامنه ای نیز همشهری همسر خانم علیوف است و آقای خامنه ای نیز در دیار آذربایجان متولد شده، ولی خب فرزند ناخلف آذربایجان است همچون علیوف. الان میخوایم باز دوباره یادآوری کنیم نام ستار بهشتی رو، و ستار بهشتی ها فقط در ایران نیستند، در آذربایجان اشغالی هم ما پرویز میکایلیوف رو داشتیم که در ماه گذشته دقیقاً با همان سرنوشت روبرو شد که کنفرانس مطبوعاتی رو که خانواده پرویز به همراه وکیل مدافع اون تشکیل داده بودن رو با هم نگاه میکنیم و برمیگردیم ادامه برنامه. By civil activists in the IDFS Media Center focused on appalling conditions and lawlessness in Azerbaijani prisons. The issue has become a subject of lively discussions after a letter was publicized by Azerbaijan National Statehood Party Chairman Mehmet Panahle, who is serving sentence in prison number 17. The initiators of the meeting were the Human Rights Club, the Institute for the Protection of Human Rights and Freedoms, the Alliance for the Protection of Political Freedoms, and the Azerbaijan with No Political Prisoners Community Alliance. Lawyer Etchen Namazov expressed his deep concern over an increase in the number of suicides and deaths in jails. An appeal was sent to the prosecutor's office demanding a lawsuit to be filed in connection with the alleged suicide of inmate Pervez Mikhailov on December the 16th in the jail number 17. According to the lawyer, the Gobstan prison stands out from all other prisons in Azerbaijan in terms of its brutal torture and death of prisoners. Prisoners also die in the hospital of the penitentiary service, as it happened to the prisoner Murat Shukurov and others. Human rights activist Oktay Gulaliev called for solidarity and resistance against this tyranny. If someone dies in the penitentiary service, the responsibility for this lies with the state, said lawyer Anagi Hajibeyli. He believes that the appeals to international organizations and the European Court on these facts should be sent more intensively. Lawyer Sabali Mustafaev reported that he defends the rights of five lifers who need serious treatment but are deprived of it. Lawyer Gurban Mehmedov considers it necessary to provide support and protection to Nemet Panahle and all other prisoners whose rights are regularly violated. The regime understands that it is approaching to the end,
therefore they are so rude, said Mammadov. Torture in prisons is a policy of the state and not of individual officials, said the head of the Popular Front Party, Ali Karimli. We have to prevent these incidents, which have become a regular occurrence, Karimli said. The effort to break people's pride and courage occurs everywhere, in the army, in prisons, and in political arena. The authorities do not want citizens with dignity and pride. Ilham Aliyev is responsible for all this, he said. There is a need for a permanent coalition to deal with all cases of violations of prisoners' rights. It is necessary to develop a list of persons who torture detainees and to submit their list to relevant organizations, proposed Karimli. Mother of Pervez Mikhailov, who died in jail number 17 on December 16th, also attended the meeting. My son was tortured and killed, and he did not commit suicide, she said. He spent 3 years in jail number 16 on charges of resisting the police. On December the 9th, he called his sister and said that he did not feel well. And when on December the 13th his wife Mirvari met him at the prison hospital, we learned that he had been severely beaten. According to lawyer Irada Javadova, on December the 15th, Mikhailov was taken back from the hospital to the jail number 16. However, the jail did not accept him, stating that when Mikhailov was sent to the hospital, he was in a good condition. Therefore, he was taken to the jail number 17, where he died the next day. At the end of the meeting, the participants signed an appeal to the government requesting to investigate negative events occurring in jails, as well as to provide civil society stakeholders with an opportunity to monitor the places of detention. روح شهدای راه آزادی در تمامی سرزمین‌های ایرانی نشین، از ایران کنونی، آذربایجان اشغالی، بحرین و گوشه گوشه سرزمین‌های ایرانی نشین جاودان باد. و مطمئن باشید و خون هرگز نمی‌خسبد. همانطور که بابک با خون خودش راه آزادی را هموار کرد، بدانید که امروز نیز ستارها و پرویزها هم این راه را هموارتر خواهند کرد تا زمانی که تمامی سرزمین‌های ایرانی نشین از حضور دیکتاتورها پاک شوند. و اما همانطور که اشاره کردیم، چگونه است که این اخبار به گوش ما در حتی در سرزمین‌های آزاد و ایالات متحده نمی‌رسد؟ نگاهی خواهیم داشت به فعالیت لابی و هزینه کردن از جیب ملت ایران در آمریکا که با پول‌های به سرقت رفته از سهم ما در دریای مازندران انجام می‌شود. فیلمی را اینجا نگاه می‌کنیم و در حین اینکه این فیلم را می‌بینید، من ادامه صحبت‌های خودم را در رابطه با مسئله لابی در آمریکا انجام می‌دهم. در مهمانی که آقای علیوف ترتیب داد و با هزینه دولت آذربایجان، نماینده کنگره آمریکا آقای دینار اورباکر که دست بر قضا نماینده بخشی از مردم کالیفرنیا در مجلس آمریکا هست را به باکو برد و چند بار، نه دو بار مستقیم در سال 2012 این ملاقات ها و مسافرت ها انجام شد و در جلسات گوناگون متفاوتی از جمله سازمانی به نام آذری امریکن الائنس که یکی از سازمان های لابی جمهوری اشغالی آذربایجان در آمریکاست که فعالیت میکنه، که البته مشابه این لابی رو جمهوری اسلامی هم در اینجا داره. همانطور که اشاره کردم، تمام این سخنانی که ما میکنیم میگوییم دقیقا آنها رو میتوانیم کپی برداری کنیم یا به اصطلاح قدیمی ها کپی کاربونی آن را برای ایران، آذربایجان اشغالی و باقی کشورهای تحت ستم داشته باشیم که آنها چگونه سعی میکنند جنایات خودشان مطرح نشود و صدای مردم خودشان را خاموش کنند و منافع را آنگونه که دلشان میخواهند به نفع خودشان برگردانند. در همین سازمان امریکن آذری الائنس آقای رورباکر به صورت مطرح خیلی مشخص مطرح شدند که عکس اون رو با هم میبینیم، که البته آقای سهراب صبحانی، کسی که خود را یک آذربایجانی آمریکایی مینامد ولی خب به فارسی هم سخن میگوید، او را در این جلسه معرفی کرد و در این برنامه ایشون سعی کرد آقای رورباکر بیشتر و بیشتر خودش رو با این مسئله آشنا بکنه. و همانطور که آقای رورباکر شاید خیلی آباش آشنا باشن،
فرد بسیار باهوشی است، کسی نیست که بگوییم از جنایات جمهوری آذربایجان خبر ندارد یا نمیداند، ولی به خاطر همکاری لابی آذربایجان اشغالی و حمایت‌هایی که اونها از آقای رورباکر کردن، آقای رورباکر همچین فعالیتی رو آغاز کرد که اعلام بکنه بخش آذربایجان ایران، استانهای آذربایجان ایران باید این حق رو داشته باشند که از ایران جدا بشن، که البته این رو با وضوح بیشتری صحبت میکنیم و یک مقدار موشکافیش میکنیم. به صحبت‌های آقای رورباکر که در صدای آمریکا بخش آذری انجام شده بود گوش میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم. Congressman Rohrabacher for joining us for the interview in your office. You have recently introduced a resolution in Congress calling for the right of self-determination of ethnic Azeris in Iran. Could you please tell us a bit more about this resolution and what inspired it? Well, of course, I believe as an American that people have a right to control their own destiny through a ballot box rather than through a bullet box. And when I visited that region, it became very clear to me that Iran is made up of numerous groups of people that not only don't like the mullah regime, the dictatorship, but because it is such an oppressive regime that they might want to be independent of that regime rather than under the control of this fanatic, religious fanatics. And so I decided that I would be supportive of those people, as I am in other parts of the world, their right to have a vote on whether or not they will remain part of a government, of a country which is governed by this monstrous religious fanatics who treat them badly and violate their human rights, and perhaps they don't want to be under that government anymore. They should be given a vote to determine what they want to do in the future. خب خوبه اینجا باز یادآوری کنیم آقای رورباکر فکر میکنم به خوبی میدانند که آقای خامنه ای خودشان آذربایجانی هستند و فرزند ناخلف آذربایجانند و این را آقای رورباکر و تمامی غرب زدگان و غربی هایی که در سراسر دنیا خواب تکه تکه کردن ایران را در سر میپرورانند بدانند که تا یک ایرانی زنده است ایران هرگز نخواهد مرد. و آنچه که باید به آن اشاره بکنیم این است که تمام ایرانی ها یکایک ایرانی ها در کنار یکدیگر از آذری و کرد و بلوچ و فارس و گیلکی و غیره گرفته در کنار هم با تمام مذاهب گوناگون و زبانهای گوناگون متحد یک پارچه جمهوری اسلامی را به زیر خواهند کشید و در نهایت یک دولت ملی را برقرار خواهند کرد و تمامی این افرادی که امروز باعث شکنجه ها و فشارها و ستمهایی که بر ایرانیان می روند را در دادگاه های ملی، نه دادگاه های غربی ساختگی، برای آنها به محاکمه خواهیم کشید و خود ما وضعیت آنان را رقم خواهیم زد. در اعتراض به آقای رورباکر ما پتیشنی را طراحی کردیم که این پتیشن تا امروز بیش از 2000 خورده ای امضا در آن جمع آوری شده و خوشحال می شویم اگر هم میهنان و حمایت کنند و این پتیشن را امضا کنند. من امیدوارم این پتیشن را بتوانید در صفحه فیسبوک من، در صفحه وهومن، از ساعاتی آینده اگر برید در ماه نوامبر این پتیشن را پیدا می کنید و تا ساعات آینده اون را آپدیت خواهیم کرد و در صفحه اول قرار خواهیم داد و اون را ببینیم. در همین رابطه اتفاقا آقای آتابای هم موضوع بسیار جالبی را از آقای رورباکر پرسیدند و اون وضعیت استقلال یا جدا شدن بخشی از ایران را مقایسه کردند با جدا شدن احتمالی بخشی از خاک آمریکا در کالیفرنیا و ببینیم آقای رورباکر چه جوری به این سوال آقای آتابای پاسخ میدن. So you mean that as American congressman, if the Californian and Mexican, they said that California want to be part of us, you're going to accept it? If the majority of people in a given area, meaning California,
vote to become part of Mexico. That's right. California should become part of Mexico. من فکر نمی کنم هیچ کدام از آمریکایی ها از پدران تاریخ آمریکا، از آقای ابراهام لینکلن تا آقای اوباما، از این صحبت های آقای رورباکر خوشحال باشند، چه برسد به افرادی چون رئیس جمهور گذشته آقای بوش یا ریگان یا باقی رئیس جمهورهای میهن پرستی که در دولت آمریکا وجود داشته باشد. امیدوارم اونها همین سخنران رو بشنوند و بدانند که چگونه این برنامه ها داره طراحی میشه و این ریشه سازی ها میشه برای اینی که این آتشی که در خرمن های مناطق خلیج فارس بزرگ، در منطقه‌ای که امروز خاورمیانه‌اش مینامند، راه میاندازند، ممکنه دامن خود آنها را هم بگیرد. در این آقای علیوف، قبل از اینکه بخواهیم برنامه را به بخش پایانی ها نزدیک کنیم، دو گزارش دیگری رو می‌خوایم با هم ببینیم. ولی آقای علیوف امروز آنچنان به دامن آمریکایی‌ها افتاده و با التماس و پول‌های به سرقت رفته و یغما رفته از جیب ملت ایران در دریای مازندران هزینه می‌کند، در سالیان دور که بتونیم صدای برنامه رو هم داشته باشیم تا این صحبت رو بتونن آماده بکنن، این صدا رو احیانا آماده بکنن. اشاره میکنم اقبال آذر در حدود 100 سالگی دار فانی را ودا گفت در تهران و این هنرمند فرهیخته ما مرتضی حنانه بسیار زیبا تاریخ شفاهی رو مکتوب کرد و با ایشون این گفتگو رو تونسته بود انجام بده و در این گفتگوی تاریخی در حقیقت با زبان خود اقبال آذر ما میشنویم که چگونه از خاطرات خودش از آذربایجان صحبت میکنه. در دورانی که پیشوری ایران رو اشغال کرده بود، اون سرتیپی که در حقیقت به اقبال آذر دستور میده که اون این کنسرت رو اجرا بکنه آقای درخشانی بوده که بعد از اینکه اون این صحبت ها رو به زبان فارسی میکند، آقای اقبال آذر شعر خودش به زبان فارسی میخوند، مجبور فرار میشود و از پشتبان به پشتبان او رو فراری میدهند. ما اینجا میخوام اشاره بکنم به اینکه او میگوید چرا مجلس شورا معلوم نمیکند که خانه خانه غیر است یا که خانه ماست، و به هر حال از فردای اون روز از شهرداری هم برکنار میشود ولی باز از دفاع از ملت ایران کوتاه نمی آید. امیدوارم که این برنامه آماده باشه، با هم نگاه می کنیم و صدا رو با هم خواهیم داشت. در 21 آذر که بنده اینجا رئیس شهردار بودم، عرض کنم که شهردار تبریز رئیس شهردار تبریز بودم، عرض کنم حضور رو داشتنم که از بنده دعوت کردن شب اینجا کنسرت دادن. آقای سرتیپ درخشان هم رئیس گشون بود، آقای ورهرم هم معاونش بود. عرض کنم که اینجا آمدن از من جمعیت خواهش کردن اکنون باید شما هم بخوانید. گفتم من خواهد چطور بخوانم؟ ول نکردن. گفتم لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست، چه شد کوته زشت این قبا به قامت ماست. آخری که شعر خوندم که چرا که مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه خانه گین اشیاش خانه ماست، گریه کردن مردم تمام شروع کردن به گریه کردن. سرتیپ درخشان آمد پلی من گفت مردی که این چه بازیست را آوردی؟ این چه شعر هاست خوندی؟ مردم همه گریه میکنن. گفتم جناب تمثال من آوازاخان نیستم، من خودم رئیس شهردارم، من رتبه 9 معمول دولتم، من برای ملت ایران میخوانم، من برای تشویق ملت میخوانم. گفت آخه مردم گریه میکنن. گفتم باید خون گریه بکنن نه گریه میکنن. بعد مرا یک رحیم خانی هست اینجا، الان هم اینجاست در دادگستریش، من آمد میخواستم من بکشم اونجا. اون شد اونجا من از پشتبانه ها فرار دادن، من رفتم خانه ما. صبح آمدم من گفتم تو از بلدیه معذوری، من از بلدیه انداختم بیرون و آوردم انداختم گذاشتم جای
ادوی بلی هست برای دیگه. بعد دوباره آوردن ما را وادار کردن که شما باید حتما مشق برید به چیز کلاسی در اینجا فردوسی اینجا مدرسه باز کردن. مشق چی؟ مشق موسیقی. موسیقی من گفتم من ترکمن، من ترکمن ایرانی هر کاری کردم من فارسی ترکمن. روحت شاد تاج سر ایران زمین، امید آن داریم که روزی در کتاب‌های درسی ما بتوانیم این خاطرات را مکتوب داشته باشیم و تمام فرزندان ما آن را ببینند. به رسم همیشه ما برنامه را به پایان می‌بریم. برای پایندگی ایران با سرود جاودانه ایران مرز پرگوهر با صدای واقعی آن، برنامه نو موسیقی اصیل آن بنان و گوش می سپاریم به ندای پایندگی ایران و آزادی تمام سرزمین های ایرانی نشین. در هفته آینده دیداری دیگر. در این برنامه که ما می خواهیم با شما باشیم، اگر پیشنهادی و نظری دارید برای ما بفرستید و امیدواریم که بتوانیم با کمال اشتیاق انتقادات شما را بشنویم و برای بهبود برنامه کار بکنیم و همینطور همونجور که اشاره کردم در برنامه خودمان را با سرود ایرانی مرز پرگوهر به پایان میبریم. تا دیداری دیگر، برنامه دیگر، به امید آزادی ایران، همه با هم به احترام سرود به پا می‌خیزیم. Don't go now.